در پی رد صلاحیت گسترده ی نامزدهای اصلاح طلب و میان روه هوادار دولت نزدیک به 300 استاد دانشگاه های ایران در نامعی سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور ضمن اشاره به نگرانی فضاینده از رد صلاحیت گسترده اعلام کردند که برگزار نکردن انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه به برگزار کردن آن ارجحیت دارد. در این نامه که سایت کلمه روز دوشنبه 19 بهمن آن را منتشر کرده از مذاکره و گفتگو با جامعه بین الملل و تفاهم هستهی استقبال شده و آمده است ما خواهان آن هستیم که دولت نهایت سعی خود را برای بست تعامل و گفتگوی سازنده و جدی در راستای وحدت و آشتی ملی در داخل کشور نیز به کار بندد. استادان دانشگاه های ایران در بخش دیگری از نامه خود خواستار جلوگیری از تفسیر مواد قانون اساسی برخلاف مصالح و منافع ملی در جهت حمایت فراقانونی و ناعادلانه از هر گونه دیدگاه و گرایش سیاسی خاص شدند. در این نامه با تاکید بر وحدت ملی برای حل مشکلات کشور تصریح شده است برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی که در آن همه گروهها و سلیقه های گوناگون فکری بتوانند خود را در معرض داوری عموم مردم قرار دهند امکان پذیر خواهد شد امضاکنندگان نامه با اشاره به سوگند حسن روحانی برای سیانت از قانون اساسی خواهان آن شدند که زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر فراهم شود. استادان امضا کننده نامه با ابراز نگرانی از رد صلاحیت های گسترده و احتمال سرخوردگی و عدم مشارکت گروههای بسیاری از مردم در انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی می افزایند برگزاری یک انتخابات غیر رقابتی ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان شن و منزلت نظام جمهوری اسلامی را در حد رقبای منطقه آن پایین خواهد آورد. به گفته ی نویسندگان نامه تحت چنین شرایطی عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت. اساتیدی از دانشگاه های شهرها و استانهای مختلف ایران مانند تهران، تبریز، اصفهان، یزد، گیلان، مازندران، هرمزگان، کرمانشاه، شیراز، یاسوج، بیرجند، کرج، احواز، شهر کرد، کرمان و مشهد این نامه را امضا کردند. این نامه در شرایطی منتشر شده که رئیس جمهور ایران پیشتر به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات پیشرو اعتراض کرده و گفته بود اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می کنیم. حسن روحانی اما پس از مدتی از مردم خواست تا تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند. هزاران نفر از نامزدهای اصلاح طلب و غیر اصولگرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری توسط هیئت‌های نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. محمد رضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان پیشتر گفته بود رایزنی ها برای تایید صلاحیت چهره شاخص این جریان موفق نبوده است این در حالی است که یک منبع آگاه در ستاد انتخابات استان تهران روز سه شنبه 20 بهمن گفته است نتایج بررسی صلاحیت چهل نفر از این داوطلبان شب گذشته از سوی شورای نگهبان اعلام شد که صلاحیت شماری از این داوطلبان تایید شده و برخی نیز از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشدند. بنابر این گزارش هنوز نتیجه بررسی صلاحیت 16 داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ی تهران که در بین آنها تعدادی از افراد مشهور سیاسی نیز وجود دارد اعلام نشده است. در همین حال محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج در یک سخنرانی در روز سه 20 بهمن از گرفتن حکم حکومتی برای رد صلاحیت ها انتقاد کرد خبرگزاری فارس ساعتی پس از انتشار این خبر آن را از روی سایت خود برداشت پیش از این خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه آقای روحانی در پی گرفتن حکم حکومتی برای جلوگیری از برخی رد صلاحیت هاست فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه از شناسایی و بازداشت ده عضو گروه داعش در مرزهای شرقی و غربی ایران طی چند ماه اخیر خبر داد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه 19 بهمن ماه با اعلام این خبر گفت در بخشهایی از مرزهایمان تجهیزاتمان مناسب نیست اما در کل امنیت خوبی در مرزهای ما برقرار است. به گفته آقای اشتری هرچه انصداد و مراقبت الکترونیکی در مرزها افزایش یابد حضور افراد سودجو و ضد انقلاب کمتر خواهد شد وی تصریح کرد با همکاری هایی که با کشورهای همسایه خواهیم داشت و اکنون هم با برخی داریم امیدواریم بتوانیم امنیت مرزها را ارتقا دهیم با این حال وی گفت برخی از کشورهای همسایه به دلیل مشکلات داخلی و کم ثباتی نتوانستند در مرزها محافظت کاملی داشته باشند ما در سطح ملی منطقه‌ای و مرزبانی با مرزبانان کشور مقابل تفاهماتی را جهت رفع ناامنی ها انجام خواهیم داد پیشتر در آذر ماه رئیس پلیس فتای ایران از بازداشت 53 نفر خبر داده بود که به گفته او حامی تفکر داعش هستند به گفته او عمده این افراد در استانهای مرزی ایران حضور داشتند کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا روز دوشنبه 16 هم آذر ماه همچنین از شناسایی 285 سایت و پروفایل حامی این گروه خبر داده بود آقای هادیانفر به خبرگزاری فارس گفته بود 34 صفحه یا پروفایل از همین 285 سایت غیر فعال بودند و در مجموع 53 نفر که حامی داعش در داخل بودند در داخل کشور شناسایی و دستگیر شده و به محاکم قضایی تحویل داده شدند. تای ماهای گذشته و به ویژه پس از حملات مرگبار پاریس گزارش هایی از تهدید ایران از سوی گروه حکومت اسلامی منتشر شده است. در این حال حضور یگان ویژه پلیس در سطح خیابانهای مرکزی شهر تهران نیز افزایش پیدا کرد. در همین زمینه روز 26 آبان ماه فرمانده سپاه بنی اکرم و استان کرمانشاه گفته بود که تیمهای بسیاری از گروه حکومت اسلامی از دو سال پیش تا کنون در این استان مشغول فعالیت بودند و توسط سپاه و وزارت اطلاعات دستگیر شدند. علی یونسی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی روز هشتم آذر ماه گفته بود که در ایران جریانی همسو با گروه موسوم به حکومت اسلامی وجود ندارد ولی اگر کسی به صورت فردی پیدا شود قطعا مورد سرزنش اهل سنت است. ژنرال احمد استیری از مشاوران وزارت دفاع عربستان و سخنگوی اطلاف ضد شورشیان یمن به رهبری عربستان روز سهشنبه بیستم بهمن ماه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از ردیابی و انهدام یک موشک اسکاد پیش از اصابت به خاک عربستان خبر داد او گفت این موشک یک روز پیشتر از مرکز شهر صنعا که تحت کنترل شیعیان حوسی است از فاصله 200 کیلومتری به سوی شهر جیزان شلیک شده بود سخنگوی این اطلاف تاکید کرد انهدام این موشک اسکاد خسارتی بر جای نگذاشته است عربستان پس از آغاز حملات اطلاف علیه مواضع شورشیان حوسی در مرزهای خود سامانه دفاعی پاتریوت نصب کرده است که قابلیت دفع موشک های بالستیک را دارد شیعیان حوسی که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند بخشهایی از یمن را تحت کنترل خود دارند عربستان آوریل سال گذشته اعلام کرد یک پایگاه تسلیحات و موشک های بالستیک را در منطقه تحت کنترل شورشیان حسین نابود کرده است. روز گذشته نیروهای زمینی عربستان سعودی در جریان یک حمله قافلگیرانه به مواضع ها در داخل خاک یمن دست کم 14 تن از شبه نظامیان این گروه شورشی را کشته و تعداد زیادی از آنها را نیز زخمی کردند در خبری دیگر داعش مسئولیت بمبگذاری در یک خودرو در یکی از خیابانهای ریاض پایتخت سعودی را بر عهده گرفت به گزارش العربیه روز دوشنبه یک کامیون بمب گذاری شده در یکی از خیابان‌های شهر ریاض منفجر شد که این انفجار منجر به آتش گرفتن کامیون‌های دیگری در اطراف محل انفجار شد. بنابراین گزارش رسانه های نزدیک به گروه داعش اعلام کردند که یکی از اعضای داعش از طریق چسباندن یک بمب دستی به یکی از کامیون های پارک شده در کوی عزیزیه این عملیات را انجام داده است. تحقیقات پلیس سودی در این زمینه ادامه دارد. عربستان سعودی اخیراً به مبارزه خود با گروه داعش شدت بخشیده است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرده آمریکا از پیشنهاد ریاض برای اعزام نیروی زمینی به سوریه برای حمایت از حملات نیروی ائتلاف و اقدام علیه گروه حکومت اسلامی داعش استقبال کرده است وی روز دوشنبه 19 بهمن ماه پس از دیدار با جانکری همتای آمریکایی خود خبر داد هر گونه عملیاتی با هدایت آمریکا خواهد بود ولی عربستان نقش رهبری نیروها را بر خواهد داشت وزیر امور خارجه عربستان با اشاره به اینکه ایالات متحده از اعزام از نیروهای ویژه برای عملیات در سوریه توسط عربستان حمایت کرده میگوید اکنون اعتلاف بین المللی باید برای محقق شدن این اقدام تصمیم گیری کند وی همچنین خبر داد که اندیشه اعزام از نیروی زمینی به سوریه از سوی آمریکا مطرح شده و 65 کشور عضو اعتلاف علیه گروه حکومت اسلامی می بایست از آن حمایت کنند جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این کنفرانس خبری از ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی به خاطر ابراز تمایل در افزایش تلاش ها برای مبارزه با داعش تشکر کرد. آقای کری گفت که مذاکرات برای یافتن راه برونرفتی برای بحران سوریه ضروری است. وی همچنین در مورد مسئله یمن گفت تا یک هفته آینده ممکن است در مباحثاتی سازنده به منظور یافتن راه حلی برای جنگ یمن مشارکت کنیم. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز روز دوشنبه 19 بهمن ماه در واکنش به احتمال اعزام نیروی زمینی عربستان به سوریه گفت اگرچه هیچ تناسبی میان توانمندی های نظامی این کشورها با ادعاهای مطرح شده وجود ندارد لیکن حضور احتمالی پیاده نظام کشورهای منطقه بدون رضایت و خواست دولت قانونی سوریه تصمیمی مداخل گرایانه و بسیار خطرناک است که طبعات امنیتی آن برای تمام کشورهای منطقه و از جمله اروپا قابل محاسبه نخواهد بود مسعود جزایری معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز گفته است عربستان امکانات جدیدی برای حضور در سوریه ندارد وی مدعی شده عربستان در این سالها تولید کننده و توضیح کننده پشتیبان و حامی تروریست ها در منطقه بوده است طولانی و پیچیدگی جنگ در سوریه در حالی است که کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره سوریه دولت بشار اسد را متهم به کشتار جمعی زندانیان و جنایات جنگی کرده است. بنابراین گزارش ده ها هزار نفر در بازداشت دولت سوریه هستند و مقامات ارشد نه تنها از آزار آنها باخبرند بلکه آنها را تایید می کنند. یکی از اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته است این اقدامات به مسابه نست کشیست و جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در گزارش این کمیسیون آمده است که هم نیروهای وفادار و هم مخالف دولت مرتکب جنایت جنگی شدند. بر اساس این گزارش بسیاری از بازداشت شدگان زیر شکنجه یا از شدت ضرب و شتم کشته شدند و بسیاری نیز از سوء تغذیه، تشنگی یا نبود خدمات پزشکی جان باختند. گزارش سازمان ملل متحد بر اساس مستندات و مصاحبه های انجام شده از زمان اولین تظاهرات مردمی در ماه مارس 2011 تنظیم شده است. سازمان ملل متحد برآورد کرده است که جنگ داخلی سوریه بیش از 250 هزار کشته بر جای گذاشته است حدود 4 میلیون و 600 هزار نفر از مردم سوریه به کشورهای دیگر فرار کردند و در سوریه نیز 6 میلیون نفر آواره وجود دارد همزمان دولت ترکیه اعلام کرد نگران آن است که در بدترین حالت 600 هزار پناهجوی سوری آواره از نبردهای نیروهای دولتی و شورشیان در اطراف حلب به سوی مرزهای آن کشور سرازیر شوند. ترکیه همچنان مرزهای خود را به روی آوارگانی که طی روزهای پیش از راه رسیدند بسته نگاه داشته است. طی روزهای گذشته حملات نیروهای بشار اسد و شبه نظامیان متحد آن با حمایت هوایی روسیه در اطراف حلب گسترش پیدا کرده است و این نیروها پیشرویهایی نیز انجام دادند. خبرگزاری فرانسه میگوید شمار بسیاری از آوارگان تازه را زنان و کودکان تشکیل می دهند. چهره و مقام های بین المللی نیز طی روزهای گذشته خواستار پذیرش آنها در اردوگاه های داخل ترکیه شدند. آنکارا نیز پیشتر وعده هایی در این مورد داده بود. روز گذشته بود که کمیته تحقیقات سازمان ملل اعلام کرد که بر اساس مدارک حکومت بشار اسد تعدادی از زندانیان رو به قتل رسونده است و دو سال پیش هم یک عکاس با اسم مستعار به نام سزار مدارک و غیر غیرقابل انکاری رو به بیرون مرز فرستاد تا کنون شمار قربانیان جدا از مجروحین و یا معلولین و یا حتی بیش از سه میلیون پناهنده تعداد قربانیان در سوریه و اطراف به دویست هزار تن رسید است در پی نشست لندن و قبل از آن در ژنو و نیز گفته های آقای ظریف مبنی بر کمک های مالی ایران که از دو میلیارد یورو فراتر رفته است کمک های به سوریه از آقای ندل سخنگوی وزارت خارجه فرانسه پرسیدم آیا کمک های مالی جهانی از جمله فرانسه همگی به یک صندوق می رو یا که هر دولتی به نحوه دل‌های خودش این کمک رسانی را انجام می آقای ندل سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت که تا کنون فرانسه رقمی حدود یک میلیارد یورو کمک مالی انجام داده و این ارقام بیشتر برای پناهندگان و امور دارویی و غذایی و تحصیلی بود است و از نحوه و وجود تمام صندوق ها بی خبر است. همینطور روز گذشته کانادا اعلام کرد که از 22 فوریه این کشور بمباران مواضع داعش در سوریه و عراق رو متوقف خواهد کرد و گفت که نخست وزیر کانادا داعش دقیقا مایل است که ما متوسل به خشونت بشویم و ما از این پس چنین نخواهیم کرد. از طرف دیگر خبرها آکیست که از پیشروی نیروهای دولتی اسد پس از بمباران های روسی در اطراف شهر حلب حکایت می شود و پرسش برخی از ناظران این است که چرا بهار عرب در تمام کشورهای منطقه وقتی پا گرفت به جز یمن و سوریه کم و زیاد سرانجام داشت و بالاخره به دنبال خبرهایی مبنی بر ترمیم کابینه در فرانسه و از جمله کنار رفتن های فابیوس وزیر خارجه این گفته می شود که بزودی خانم مارتی که زمانی نامزد ریاست جمهوری و اینک شهردار لیل هست جانشین وزیر کنونی خارجه یعنی آقای لوران فابیوس خواهد پاریس تلویزیون ایران فردان نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی ضمن اعتراض به محرومیت هفت ماهی خود از تماس تلفنی با فرزندانش خبر داد که هفت زندانی زن سیاسی عقیدتی در زندان اوین نیز از تماس تلفنی با کودکان خردسال خود محروم هستند خانم محمدی در این نامه که روز یک شنبه 18 بهمن ماه در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده اعلام کرد که بند زندانیان زن سیاسی عقیدتی زندان اوین با وجود 27 زندانی تنها بندی است که زندانیان امکان هیچ گونه تماس تلفنی با خانواده خود را ندارند. خانم محمدی گفت اعتراضهایش به محروم بودن از تماس تلفنی با فرزندانش صرفا یک اعتراض سیاسی به قوانین و رویه های غذایی نیست بلکه اعتراضی اخلاقی به زوال و سقوط و مرگ ارزش های اخلاقی و جوانمردی و انصاف در جامعه آن هم از سوی حاکمان علیه ملت خود است. خانم محمدی با اشاره به گفته های رئیس قوه قضایی مبنی بر اینکه علاوه بر دموکراسی دینی به اخلاق هم توجه شود از صادق لاریجانی پرسیده که چنین رفتاری با یک مادر با کدام یک از موازین مورد اشاره شما همخوانی دارد نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر همچنین سوال کرده که آیا این رفتار با زندانیان نقض حقوق بشر، نقض حقوق کودک، نقض حقوق زنان و نمایش خشونت یک حکومت علیه زنان و مادران نیست؟ نرگس محمدی پیش از این نیز در نامه ای به دادستان تهران نوشته بود که از 26 تیر ماه یعنی زمان خروج دختر و پسر خردسالش از کشور به او اجازه هیچ تماس تلفنی با فرزندانش داده نشده است. به گفته خانم محمدی حتی مسئولان زندان از دادن عکس فرزندانش که توسط خانواده آورده شده بود ممانعت کرده و در مقابل درخواست او گفتند که دستور داده شده که نسبت به شما اینگونه رفتار شود تقی رحمانی همسر نرگس محمدی و فعال ملی مذهبی که سالها در ایران زندانی بوده در کشور فرانسه ساکن است و دختر و پسر خردسال او و خانم محمدی پس از زندانی شدن مادرشان با او زندگی می کنند. آقای رحمانی گفته است مسئولان قوه قضایی به خانم محمدی هیچ توضیحی درباره محرومیت از تماس تلفنی با فرزندانش ندادند اما در عین حال به طور غیر مستقیم به او گفتند که شوهرت فعالیتهایش را کمتر کند تا اجازه دهیم که تو با فرزندانت صحبت کنی. آقای رحمانی با بیان اینکه محرومیت خانم محمدی از تماس تلفنی با فرزندانش فشار روحی روانی به او و فرزندانش است افزود چرا باید بچه ها مجازات شوند به گفته ای آقای رحمانی نرگس محمدی حتی اجازه ندارد با خانواده همسرش ملاقات کند و تنها میتواند با خانواده خودش ملاقات کند دومین انتخابات درون حزبی برای تعیین رئیس جمهوری آمریکا روز سهشنبه بیستم بهمن ماه در ایالت نیو همشایر برگزار می شود. یک هفته پیش رایگیری در ایالت آیووا برگزار شد که نقطه شروع رقابت های رسمی در مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای تعیین نامزد هر حزب بود. در رایگیری هفته پیش هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و تد کروز از حزب جمهوری بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند. در میان جمهوری خواهان دونالد ترامپ میلیاردر نیویورکی امیدوار است به نتیجه بهتر از هفته پیش دست یابد در حزب دموکرات نیز سناتور برنی سندرز که هفته گذشته رقابت نزدیکی با خانم کلینتون داشت امیدوارتر از پیش است خانم کلینتون که پیشتر مورد حمایت تشکیلات حزب دموکرات است با فاصله بسیار کم در آیووا پیروز شد مناظره تلویزیونی شنبه به شب جمهوری همچنان به شدت تند بود و چند نفر از رقبا سناتور مارکو روبیو سناتور اهل فلوریدا را با انتقادات خود نشانه رفتند آقای روبیو که مورد حمایت تشکیلات سنتی تر حزب جمهوری است با عملکردی بهتر از انتظار به فاصله نسبتا کم در آیووا سوم شد حملات کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی به سناتور روبیو موضوع داغ گزارش‌های خبری دو روز اخیر آمریکا بوده است. فرایند انتخاب کاندیدای دو حزب اصلی در آمریکا از طریق انتخابات درون حزبی تا تابستان سال آینده به طول خواهد انجامید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد دو تن از کارکنانش را تعلیق کرده تا پرونده آنها به اتهام آزار و اذیت جنسی یک مجری زن را بررسی کند. در روزهای اخیر یک فایل صوتی از مکالمه حمید رزا امادی مدیر خبر شبکه پرستیوی با شینا شیرانی مجری این تلویزیون در شبکه های اجتماعی منتشر شده که از آزار و اذیت جنسی این مجری از سوی مدیر ارشد خود پرده بر می دارد. خانم شیرانی در یک ویدیو صحت این فایل صوتی که در صفحه فیسبوک سایت روز آنلاین منتشر شده را تایید کرده است. بر اساس این فایل مردی پشت خط تلفن از این مجری پرستیوی درخواست رابطه جنسی تلفنی می کند. خانم شیرانی گفته از طرف گفتگوی او حمید رضا امادی بوده است خانم شیرانی همچنین از فردی به نام افشار نام میبرد که از وی به عنوان مدیر پخش نام برده و برای وی پیام های جنسی میفرستاده است به دنبال باستا به گسترده این فایل صوتی و مصاحبه خانم شیرانی با رسانه های خارج از کشور روابط عمومی پرستیوی روز دوشنبه 19 بهمن به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است به دلیل اهمیت موضوع مسئولان زیربط در حال رسیدگی به آن و تشخیص صحت و سقم این ادعا بوده و تا مشخص شدن نتایج کامل تحقیقات این دو تن تعلیق شدند. پرستیوی اعلام کرده است که اصولا فایل صوتی از لحاظ قانونی و قضایی وجاهت نداشته و شکایتی نیز تا کنون ارائه نشده است شبکه پرستیوی که زیر نظر مستقیم مقام های امنیتی اداره می شود اعلام کرده است انتشار این فایل صوتی با مباشرت افراد مخالف نظام و بهرهبرداری سیاسی و بدون طرح شکایت به مراجع متعدد قانونی در داخل کشور مشکوک است شینا شیرانی که از مجریان خبر این شبکه انگلیسی زبان بوده پس از خروج از ایران در فیلمی که سایت روز آنلاین آن را منتشر کرده است به شرح وقایع دوران کاری خود در شبکه پرس تیوی پرداخته و گفته است مشکل من با بسیاری از آقایانی که آنجا کار میکردم مشکل یک روز دو روز نبود خانم شیرانی گفته است به حمید رزا امادی گفتم موضوع را به حراست شبکه گزارش می کنم ولی او خواستار آن شد که این قضیه کشدار نشود و اون مسئله را با افشار در میان خواهد گذاشت این مجری تلویزیونی با اشاره به احزارهای متعددش به دفتر حمید رزا امادی گفت پس از اینکه مکالمه اش را با وی ضبط کرد دو روز بعد شبکه پرستیوی را ترک کرد حمید رضا امادی همراه با محمد سرفراز که در آبان 93 از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به ریاست سازمان صدا و سیما رسید در فهرست ناقضان حقوق بشر و لیست تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارند. این دو متهم هستند که از بازداشت شدگان حوادث سال 88 از جمله مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک در تهران اعترافات تلویزیونی گرفته و پخش کردند. این دو مدیر ارشد رادیو و تلویزیون دولتی ایران در سال 94 درخواست تجدید نظری به دادگاه عدالت اروپا تسلیم کردند تا از فهرست این اتحادیه خارج شوند ولی این دادگاه تقاضای آنها را رد کرد. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید شواهد حاکی است موشکی که کره شمالی به تازگی پرتاب کرده قویتر از موشکی است که در سال 2012 آزمایش کرده بود در این صورت با برد 12 هزار کیلومتر بسیاری از خاک آمریکا در تیرس موشک جدید قرار میگیرد کره شمالی میگوید موشکی که 18 بهمن ماه پرتاب کرد حامل ای بود که در فضا قرار گرفته است از منظر کشورهای مانند آمریکا و متحدان آن این عمل به منظور آزمایش موشک بالستیک است که نقض تحریم های شورای امنیت به شمار می چین نیز از اقدام کره جنوبی ابراز تاسف کرده اما گفته های مقام رسمی وزارت دفاع کره جنوبی در بیستم بهمن ما در مورد قوی تر بودن موشک جدید یک روز پس از آن است که مقام های واشنگتن و سئول گفتند در مورد ق... قرار دادن یک سامانه فوق پیشرفته دفاعی گفتگو خواهند کرد آنچه با اعتراض فوری چین روبرو شد به گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی یون هاپ موشک پرتاب شده موفق شده ماهواره ای که حامل آن بوده را در فضا قرار دهد هرچند مشخص نیست که ماهواره مورد نظر قادر به انجام فعالیتی هم خواهد بود یا نه به گفته مقام رسمی وزارت دفاع کره جنوبی موشک جدید شبیه اونها سه است اما به نظر می توانسته به برد دوازده هزار کیلومتر برسد. در آزر ماه سال 91 کره شمالی دست به پرتاب موفقیت میز موشک اونها سه زده بود. برآوردها نشان می دهد نسل سوم موشک اونها بردی بالغ بر ده کیلومتر دارد یعنی 2000 کیلومتر کمتر از موشک فعلی. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقام رسمی وزارت دفاع در سئول گفته است در هر صورت ما نیاز به تحقیقات بیشتری در مورد ظرفیت آن از جمله در مورد برد دقیقش داریم هر دو خبرگزاری به نقل از وزارت دفاع کره جنوبی میگویند پیونگ یانگ هنوز موفق نشده به فناوری لازم برای تبدیل موشک فعلی به یک موشک تهاجمی قاره پیما برسد فناوری که لازم است تا کلاهک انفجاری را از حرارت موشک حفظ کرده و مانع از نابودی آن پیش از برخورد به هدف مورد نظرش شود